أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. بینندگان عزیز، بحث را شبی می‌بینم که شب 21 شب شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. شب قدر بیشترین احتمالش تو این شب، شب 21 و 23 احتمال بیشتره، چون که شب 23 احتمالش از شب 21 بیشتره. لکن شب 21 به خاطر شهادت آقا امیرالمؤمنین خب مراسم ویژه‌ای در همه جا هست. سوره در قرآن به نام سوره دخان می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. شب قدر، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، انا، حامیم و الکتاب المبین و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. انا کننا منذرین. فیها یفرق کل امر حکیم. فیها یفرق کل امر حکیم. خداوند مبارکه، خداوند مبارک است. چون میگیم تبارک الذی یعنی خدا مبارک. قرآن مبارکه. چون میگیم کتاب انزل الله الیک مبارک، کلمه مبارک در قرآن آمده. مرکزی که وحی نازل شد مبارکه، چون قرآن می‌فرماید که محل نزول قرآن مبارکه، چون قرآن می‌فرماید به بکت مبارکا، بکه این مکه مبارکه. زمان هم مبارکه، زمانی هم که قرآن نازل شد زمان نزول هم مبارکه، چون می‌فرماید که انزلناه فی لیلة مبارکه. شب قدر شب مبارکی. سوره انا انزلناه هم اینو داره، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. البته قرآن دو مرحله نزول داره، یه مرحله نزول دفعی که همه قرآن بر قلب پیغمبر نازل شد، یه مرتبه نزول تدریجی. مثل انسان گاهی یه چمدون لباس میده به یه نفر، میگه این چمدون لباس مال شما، میگه دست شما درد نکنه، بعد میشینه یکی یکی از اینا رو از چمدون در میاره تغییر میده. یعنی یه مرتبه به طور کلی، یه مرتبه جز جز. زمانها یکسان نیستن. ما زمان مبارک داریم، مثل که میگه لیلة مبارکه، شب مبارک. یه زمان نحس هم داریم که قرآن میگه ایام نحسات، بعضی روزا نحسه، فی یوم نحس، یوم نحس مستمر. پس یوم نحس تو قرآن داریم، ایام نحسات داریم، روزها بعضیش نحسه، شبها. حالا نحوست که نحسه یا مبارکه، شاید به خاطر حوادثی است که در اون شبها
وقتی قرآن یه جای آمد میشه مبارک. مهمان آمد برای امام صادق علیه السلام. امام صادق به مهمونا گفت میخوای پیراهنی را که امیرالمومنین پوشیده بود در محراب ضربت خورد و خونهای مغز حضرت رسید به پیراهن، میخوای او پیراهن رو برد نشو بدن؟ پیداست این پیراهن خونی رو همیتون امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر و امام صادق پیراهن رو دست به دست حفظ کردن. بعد این چیزها رو ما باید حفظ کنیم. شب شب قدر شب مبارکی است. انا کننا حامیم. ما چند تا از سورای قرآن با حروف مقطعه شروع میشه. الف لام میم حامیم کاف ها یا امساد. چی میخواد بگه ایخو؟ میخواد بگه قرآن از همین حروف الف باست. مثلا در سوره شورا داریم کاف ها یا این ساد، کاف ها یا این ساد. پشتده یک کذالک یوحی، یعنی این رقمی ما وحی میکنی، یعنی وحی آسمانی از همین حروف الفبا. ببین من از الفبا قرآن آوردم که هر حرفش یک کلمه داره. نامه دیشب نوشتم به اساتید دانشگاه، نوشتم استاد دانشگاه شما در هر رشته متخصص هستی علمی ترین مقاله که بنویسی میتونی در هر صفحه یه نکته بگی. اگر خیلی به خودت فشار بیاری و جمعی متخصص بشی میتونی کاری کنی که در هر سطر یه نکته باشه. دیگه تقریبا شبیه محال میشه که بتونید مقاله بنویسید که هر کلمه‌اش یه نکته‌ای باشه. بری قرآن کتابی که نه در هر کلمش، حتی در هر حرفش یه نقطه است. هر حرفش یه نقطه است. مثلا حالا یه نمونه بگم. قرآن میفرماید چون شب قدر شب نزول قرآنه، یه کلمه بگم برازی بقرآن وامسحو به رؤو سکم. آیه قرآنه، یعنی وقتی موضوع میگیرید ومسحو یعنی مسح کنید، رؤوس رأسم یعنی سر، سرتون رو مسح کنید. امام صادق وقتی مسح میکشه ایرقمی مسح میکشه. صادران اهل سنت وقتی مسح میکشن دستشون رو به همه سر میکشن. به امام صادق گفتن شما سر فقط اینجا رو مسح میکشید، اونها همه سر رو مسح میکشن. امام صادق فرمود قرآن نگفتن ومسحو رؤوسکم. اگر میگو ومسحو رؤوسکم یعنی مدح بکشید سراتونو همه سر. وقتی میگم ومسحو به رؤوسکم، ای به یعنی یه گوشه لمکان البا. یه وقتا قرآن میگه از قاله، یه وقت بعضی آیات میگه و از قاله. کلی معنا داره همین حرف واو. تنها کتابی که هر حرفش نه هر کلمه یه نوزی داره قرآنه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شب قدر شب مبارکی. چرا؟ انا انزلناه قرآن نازل کردیم فی لیلت القدر مبارکه. در انا انزلناه میگه انا انزلناه فی لیلت القدر. در سوره حامیم میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکه. پیدا شبه قد شبه مبارک شه. انا کننا منذرین، ما همیشه هشدار میدیم. یعنی قرآن کتاب هشداره و خطرها اعلام میکنه. بعد میفرماید که فیها در شبه قد یفرق و تفکیک میشه کل امر حکیم. کل امر حکیم یفرق و کارهای محکم چه بمیره چه باید زنده بمونه، چه حادثه پس چه حادثه ای. شبه قدر شبید که در حکومت های پیده فستاشون حساب کنیم، مثلا اسلامی روز قدر چه روزیه؟ روزی که رئیس جمهور میره تو مجلس برنامه بودجه سال را تقریم میکنه. چه میخواد
پول به خرجی یک سال را برای وزارتخانه ها و سازمان ها بگیره. عروضی که رئیس جمهور خودش میده مرزه و میخواد بودجه یک سال را بگیره، عروض ساعت روز قدره از نظر قانونی. از نظر قرآن شب قدر شده که انسان میخواد خرجی یک سال بگیره. هر چی ظرف سالمتر باشه بیشتر شیرش میکنه. چه کنی شب قدر؟ دعا خوبه، گریه خوبه، همه چیز خوبه، اما یه خوبه خوبه خوب داریم. میشه شب قدر خودمونو ببخشه؟ من گریم نمیگیره، حال مناجات ندارم، چه کنیم که خودمونو بخشه؟ یک کلیدی ساله قبلم گفتم امسالم میدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم تو رو به جان امیرالمومنین این حرفی که میگیرم عمل کنیم. هیچ خرجم نداره، نه زمان میبره نه مکان، نه حرکت میبره، هیچ خرجی نداره. خانم، آقا، برادران، خواهران، فرزندان عزیزم، چه کنیم خودمون رو ببخشه؟ میگه یه کلید دادیم شب قدر دیگه، آدم هر کسی میخواد خدا رو ببخشه. قرآن این فرماید اگر میخواید تو رو ببخشمت ول یعفو، عفو کنید هم دیگه رو. لامش یعنی باید، باید عفو کنه هم دیگه رو. حالا یه کسی پشت داده ببخشش، غیبت کرده، آبرو درسته، پیری بزده، چکش برداشته، ظلم کرده، به قولش وفا نکرده، عفوش کن، چه به قدره. بعد اینجا ولیت فحوم صفر بگذارید از هم دیگه. میگه خب حالا مقیدرم خدای تو چه میکنی؟ میگه من از تو رو میبخشم. علاف و حبون، آیا محبت ندارید؟ دوست ندارید؟ ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا تو رو ببخشه؟ اگر میخوای شب قدر خدا تو رو ببخشه، تو هم دیگران را ببخش. بسم الله الرحمن، تیغه شو میخونم پا تلویزیون بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا کسانی که به من ظلم کردن به خاطر امیرالمومنین همه رو میبخشن. قلبتون رو پاک کنید، ظرف رو بشینید تو خدا شیرش کنه. با ظرفی که پر از توست و پشه که هیچ شاهدی دید شاهد شربت توش نمیریزه. اگر یه استخری گربه مرده، موش مرده، سگ مرده توشه که هیچ که توی این استخر آب نمیریزه. نمیگه در قلب شما کینه باشه بعد هم بگه خدای بده بیاد. قلب پر از کینه بده بیاد، چیزی رو بیاد. ظرف رو بشین خدا شیرش میکنه. قرآن میگه یو زکی هم بعد دیگه یو علم هم یو زکی هم یعنی ظرف رو بشونید، یو علم هم یعنی شیرش میکنه. چه اشکال در شما ببخشید؟ بخشید هم دیگه. حالا عروسی بوده، مادر شوهری بوده، خواهر شوهری بوده، همسایه بوده، مدیری بوده، یا وقت مثلا یه سیریز بوده، یه معلمی بوده، تو پادگان یه افسری بوده، حالا یه چیزی زور بکرده. مردم قیامت انقدر گیر هستن، بگه گیر منو تو نداشتن. بنده تو تلویزیون عرض بزنن شاه نفر میگن سرایتی خدا پدر تو بیاموزه، شاه نفر بارو بابا. حالا شاه میگن نخیر، هر کس پشتتون و غیبت کنن نمیزه بابا بگذن. آخه آبرو رو برسن، مردم نمیتونن آبرو تو رو برسن. میگه شک داری در توحید خودت، در دعا داریم الهی، در مناظرات شعبانی الهی یعنی خدایا به ید کرد به دست تو، لا به ید غیر کرد نه به دست غیر تو، زیادتی و نقصی یعنی نقص من زیاد، من خواستم زیاد بشم به دست تو، خواستم نقص ناقص بشم بازم کم و زیادی من دست توه. بنابراین چه بقید یک چه کنی خدا ما را ببخشد، کلید بخشش خدا اینه که تو هم دیگران را ببخشی. به نفر کم فروشی شده، حق و ناحقی شده، بگذر بهم دیگه، گیر ندید. اگر با دل پاکی رفتیم درو در مسجد میگه خدایا ببین من اومدم بگیرم، من بخشیدم، تو هم ببخش. امیرالمومنین کیست؟ میگه ما میتونیم علی رو بشناسیم. ما نمیتونیم علی رو بشناسیم. یه مقداری از آقا براتون بگم. صلوات بفرستید.
55 تا دیویژن داشتن، 70 تا 55 تا این نامه هست که مخصوص امیرالمومنین، یعنی رو کره زمین عهدی نداره، عهدی نداره. یک، تنها کسی که در کعبه متولد شد در مسجد شهید شد. آخه ببینید الله اکبر، چیزی بگم آدم گیجه گیجه. دقت کنید، دقت کنید، بهترین زمانها، بهترین مکانها، بهترین عبادات، بهترین حالات، بهترین مرگها، بهترین ساعتها، بهترین زمانها رمضان، بهترین شبها شب قدر، بهترین مکانها مسجد، بهترین عبادات نماز، بهترین حالات سجده، بهترین مرگها شهادت، بهترین ساعتها سحر. امیرالمومنین چی شد؟ گاهی وقتا یک کسی خونش بهترین هست، درختاش خوشوشه، درختاش خوب هست، اتاقش خوب نیست، اتاق خونش خوبه، خیابونش خوب نیست، همش خوبه، همسایه‌اش خوب نیستن، همش خوبه، بچه‌اش ناجوره، بچه‌اش خوبه، دومادش، عروسش، از هر کسی جوری. یه چیزی که هر چی هست در قله، بهترین زمانها، بهترین شبها، بهترین مکانها، بهترین حالات، بهترین بهترین بهترین. خدایا عشق امیرالمومنین رو روز به روز در ما زیاد کن. دیگه چی؟ اهل سنت اسم بعضی ها رو که میبرن میگن که رضی الله عنه، رضی الله عنه، یعنی خدا از او چی؟ اما اهل سنت وقتی اسم امیرالمومنین میبرن میگن کرم الله وجهه، کرم الله وجهه، یعنی خدا صورت او را گرامی داشت، چون صورت علی حتی در یک ثانیه به سمت بت توجه نکرد. دیگران سابقه بت‌پرستی داشتن، بعد مسلمان شدن، و لذا میگن خدا از دلشون بگذره. ولی امیرالمومنین رو میگن یک ثانیه هر چی بود خلوص، میاد خونه یه چیزی میخوره میره. حضرت زهرا میپرسه آقا شما شب مهمانی؟ میگه برای میدونم مهمانم. میگه حاجت مهمانی چرا اینجا شام میخوری؟ میگه یه کمی گرسنه، نگرانم وقتی میرم مهمونی برای خدا نروم، برای پر کردن شکم برم، یه چیزی میخورم که گرسنم نباشه، اگر میروم دیدن کسی برای رضای خدا برم. حد به جمونا احترام داشت، الله اکبر. رب بازار دو تا پیرهن خرید، یه دو تومنی یه سه تومنی، حال به قول ما سه تومنی شیش بود، داد به قنبر. قنبر گفت آقا من نوکر تو هم، غلام هم، و ما چون جوانی، جوان خوشش اینا شیک خوش بشه، این شیک به جوانی بهتر میاد، تو دوست داری رو بگی دوست، ما به جهت ما گذشته. چقدر راضی به عفت. به امیرالمومنین گفتن شما چرا به خانمها سلام نمیکنی؟ پیغمبر به خانمها سلام میکنه، شما چرا به زنها سلام نمیکنی؟ حضرت ظریف هم بود، پیغمبر 30 سال سنش از من بیشتر بود، من جوونم، اگر یه سلامی به یه خانم کنم او خانمه یه جوابی به من بده نکنه دل علی بلرزه، من باید مواظب دلم هم باشم. ببینید تو تاریخ اصلا نمونه داره، لم یشرک بالله. تنها شخصیتی که جامعه ازداده، آخه ببینید بعضی وقتا یکی که توی مثلا وزنه‌برداره، فوتبالیست نیست، گل میزنه آبشار نمیتونه به خوبه، نمیدونم کاپتون میپزه، سنگکی نمیتونه بزه، کچرگاه میدوزه،
نبا بلد نیست بدوزه، زور کور دارت کنه، ریش خراب کنه. یعنی در یه رشته بلد باقی رشتان خراب میکنه، بلد نیست. اما یه کسی که تو هر استاد دانشگاه یه رشته خوب درس میده، باقی رشته کم میره، معلم، تمام کماناتش از تعلیم نیست. شجاعت، چه جرأت و شهامت و چه شجاعتی جا پیغمبر میخوابه، جا پیغمبر میخوابه. این جرأت و شهامت از او از وصیتی میبینه گریه میکنه. آخه آدمای قوی و شجاع خیلی عشقشون دمگرد نیست. این وقتی عشقش چجور عشق میریزه؟ چه یتیم رو دید شروع کرده بزغالی کرده با دسته و زانوهاش دارم با زانوه و دسته گفتم یا علی صده بزغالی میکنی زشته فرمود این یتیم رو خواستم بخندونم دید جوری نخنده و گفت آقا تو رئیس حکومت اسلامی هستی فرمود رئیس حکومت اسلامی صده بز بکنه اما یک یتیم بخنده. رو کره زمین سراغ دارید یه رهبر شد و بزغاله کنه بره که یک یتیم بخنده. اصیش ببینید هنوز هم قابل تصور نمیشه که امیر المومنین یعنی حضرت امیر وقتی میگیم هزار رکعت نماز بخون هزار رکعت نماز با حال تمام عمرمون ما یه رکعت نماز با حال نمیتونیم بکنیم. یعنی 70-80 سال عمر ما به اندازه یه دقیقه حضرت علی نیست، به اندازه یه دقیقه. او وقت دربت میخوره شیر میارن میگن نفتی شیر رو دو به ابن ملجم میگن نه قاتل یه جور نفت دیوان مال ما نفت دیوان مال ما شهریار قشن میگه خدا رحمتشون به جز از علی چه گوید به پسر چه قاتل من چه اسیر توست اشنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی چه گوید به پسر چه قاتل من چه اسیر توست اشنون به اسیر کن مدارا. امیر المومنین اول من اسلم و آمن اول کسی که به پیغمبر اسلام آورد علی بن ابی طالب بود. علامه امینی صد حدیث و مدرک نقل میکنه از اهل سنت که اول کسی که ایمان آورد علی بن ابی طالب بود. در جنگ احد شعار دادن لا سیف الا ذوالفقار، شمشیری نیست، شمشیر یا دوست ذوالفقار شمشیره، لا فتی الا علی، جوانمردی نیست جز علی. یعنی رو کره زمین منحصر به فرده از ذر کمالات. اول کسی که با پیغمبر نماز جماعت خوند از مردان. فرمود انا مدینة العلم و علی باباها، من شهر علمم، در ورودی علی بن ابی طالبه. شبیه خون نه تنها امام حسن و امام حسین بی پدر شدن که همه ما بی پدر شدیم، چون پیغمبر فرمود انا و علی جون ابا با هاده الامه، من و علی پدر امت هستیم. شهادت امیر المومنین یعنی شهادت پدر خودمون. تنها مردی که رو کره زمین همسرش معصوم است امیر المومنین است، زنش هم معصوم بود. تنها مردی که رو کره زمین دو تا پسرش معصومن امیر المومنین است. فرمود دور خونه دور مسجد درها به مسجد، فرمود همه درها رو ببندید فقط در خانه علی به مسجد باز باشه. شب 21 شب شهادت امیر المومنین است. خدایا به آبروی امیرالمومنین
از ایمانش، از علمش، از خلوصش، از تربیت بچه‌هاش، از اخلاصش، از عشقش، از عبادتش، از شجاعتش، از حلمش. فرمود 25 سال تو خونه بودم مثل آدمی که تیغش میشه استخون تی گلو. دروغ نمیکدم، تیغ تو چش نمیگه فقط تیغ دیدم، میگه هم تیغ تو چش هم استخون تی گلو. آخه گاهی ممکنه استخون تی گلو گیر کنه، به چش سالمه، برای یه دقیقه دو دقیقه ممکنه کسی به عمال کنه یه صد متر روز. 25 سال تیغ تو چش استخون تو گلو، ولی برای حفظ مسئلت نظام اسلامی صبر کرده. خدایا از صبرش، از عقلش، از ایمانش همه ما را برخوردار بفرما. شیطانی که در طول تاریخ ما را با قرآن و اهل بیت آشنا کردن الان نیستن، خیلی ها سال قبل بودن، امکان میگم خوش به حالتون، ما که نیستیم، شاید هم سال دیگه ما نباشیم، ما چه میدونیم سال دیگه هستیم یا نه. به امام گفتن آقا بعضی مرده‌ها چشمشون بازه، بعضی چشمشون بسته. فرمود اونی که بازه فرصت می‌کرده ببنده، اونی که بسته فرصت می‌کرده باز کنه. و ما گفتن هر وقت می‌رید سر نماز فرض بدید نماز آخریه، ما شاید که بسیه کم آخرون باشه، جوان و مرگ هم نداره، مهم هم نیست، مهم اینه که ما پاک بیاییم، پاک برمیم. خدایا تمام گناهان ما رو ببخش و بیامرز، همه مشکلات فرد و نظام ما رو حل بفرما. رهبر ما، دولت ما، امت ما، مرز ما، انقلاب ما، آبروی ما، ناموس ما، جوانهای ما، دین ما، دنیای ما، هر چی که به ما داده ای در پناه حضرت مهدی حفظ بفرما. شب قدر شب مهمانی فرشته هستن، پنز دلال ملائکه، یعنی همه فرشته میان زمین مهمان امام زمان میشن، چون فرشته زمان پیغمبر مهمان پیغمبر میشدن. بعد از پیغمبر باید یه لایقی باشد که لیاقت اینه داشته باشه که فرشته ها بر او نازل بشن. خدایا به میزبان قسم، حضرت مهدی به مهمان قسم، فرشته ها اون که شبه قدر برای خوبا مقدر میکنی به خاطر لیاقتشون، به آبروی امیرالمومنین همه اونها را برای همه ما مقدر بفرما. السلام عليكم ورحمة الله.